هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 24 از ماه جون، در روزهای دوشنبه در خدمت شما هستم. در باب مغالطات صحبت میکنیم. امروز مطالب دیگری هست، در باب اینها سخن خواهیم گفت. خدمتون که رسیدم، در واقع سعدی رو گشودم، دیوان مستطاب سعدی، ببینیم چه آمد. این باب ششم آمد، در ضعف و پیری یک حکایت هست خدمت شما میخوانم. و بعد در واقع امروز با استاد ذوالفنون صحبت میکنیم. فکر میکنم که ذی‌صلاح‌تر از استاد ذوالفنون در باب داوری، در باب هنر استاد جلیل شهناز کمتر کسی هست. این است که ایشون لطف کردند و مرحمت فرمودند که امروز در این برنامه باشن و با هم صحبت کنیم و با آشنایی ایشان با استاد، سبک و سیاق جلیل شهناز و تعالی هنر او و سخنانی از این قبیل. اجازه فرمایید که این داستان رو بنده خدمت شما بخوانم. باب ششم، در ضعف و پیری. بله، می‌فرماید: با طایفه‌ای دانشمندان در جامع دمشق بحثی کردم که جوانی در آمد و گفت در این میان کسی هست زبان پارسی بداند؟ غالب اشارت به من کرده. یعنی بیشتر کسانی که بودن گفتن آقا، یعنی شیخ سعدی. گفتمش خیر است. گفت: پیری 150 ساله در حال نزع است و به زبان پارسی چیزی همی گوید و مفهوم ما نمی گردد. اگر به کرم رنج شوی، مزد یابی که وصیتی همی کند. چون به بالینش فرا رسیدم، این می گفت: دمی چند گفتم برآرم به کام، دریغا که بگرفت راه نفس. دریغا که بر خان الوان عمر، دمی خورده بودیم و گفتند بس. معانی این سخن را به عربی با شامیان همی گفتم و تعجب همی کردند از عمر دراز و تأسف او همچنان بر حیات دنیا. گفتم: چگونه ای در این حالت؟ گفت: چگویم؟ ندیده ای که چه سختی همی رسد به کسی که از دهانش به در می کنند دندانی؟ قیاس کن که چه حالت بود در اون ساعت که از وجود عزیزش به در رود جانی. گفتم: تصور مرگ از خیالت بدر کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان، که فیلسوفان یونان گفتند مزاج ارچه مستقیم بود، اعتماد بقا را نشاید و مرض گرچه حایل دلالت کلی بر هلاک نکند. اگر فرمایی طبیبی را بخوانم تا معالجت کند. دیده بر کرد، بخندید و گفت: دست بر هم زند طبیب ظریف، چون خرف بیند اوفتاده حریف. خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بست ویران است. این وضع ماست. این از این در واقع ضرب المثل های بسیار رایج زبان فارسی است. خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. پیر مردی زنز می نالید، پیر زن سندلش همی مالید. چون مخبت شد اعتدال مزاج، نه زیمت اثر کند نه علاج. بله، نه عزیمت بستی باشه اثر کند نه علاج. بله، عظیم به معنای دعا و افسون. بسیار خوب، خدمت شما عرض کنم. اگر که سپهر گرامی مرحمت کنن و با استاد ذوالفنون تماس بگیرن. روی خط هستن؟ به 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 به، چقدر خوشحالم. سلام از بنده جناب استاد ذوالفنون عزیزم، صبح شما بخیر در شمال کالیفرنیا. قربان شما، قربان شما. خوب هستین؟ قربان، الحمدلله، خدا رو شکر. استاد، این فقدان بزرگی است از دست دادن استاد جلیل شهناز. البته. بله بله، خدمتتون عرض کنم در این محاوراتی که با هم داشتیم، در عرض می شود که
سالها شما مرتب اشاره می‌فرمودید در ضمن سخن، در روزگار جوانی و یکی شما در شیراز بودید، آشنایی شما با این استاد خیلی قدیم بوده استاد، نیست اینطور؟ بله کاملا در دوران خیلی جوانی. بله جوان باریکندامی بود. بله و قد بلند و خوش قیافه. بله خوش صحبت و می آمد شیراز و ما با هم جلیس بودیم. بله 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 می فرمودید که ایشان می آمد و عرض کنم که در اونجا و دیدار داشتید و در واقع نواختن ساز و همون زمان هم بایستی که نوازنده بزرگی بوده در روزگار جوانی، نیست این تو؟ بله بله باید گفت که جلیل بی بدیل. عجب عجب درست گفتید، جلیل بی بدیل. بی دلیل البته با دلیل. با دلیل زنده باد. به به جلیل بی بدیل با دلیل. به به خیلی خیلی با گذشتگان، با اساتید گذشته فرق داشت. گذشتگان مثل حسین قلی، درویش خان، باقر خان، اینا همه ردیف ها رو یاد گرفته بودن و دستگاه ها رو میشناختن و همونا رو تحویل میدادن، برای اینکه سینه به سینه به اصطلاح میاموختن، سینه به سینه. بله ولی جدید یه چیز دیگه بود. جلید همش از خودش میجوشید و واقعا استاد بی نظیری بود. فقدانش هم برای عموم ایرانی ها مایه تأسف و به خصوص طبقه موسیقیدان و موسیقیان اونا که سرکارشون با موسیقیه. بله بله استاد فرود، بعد شما به طوری که بنده فرمودید و اینها تشریف بردید تهران و با استاد سبا آشنا شدید و بعد یکی از کلاس‌های موسیقی رو شما تدریس فرمودید و در تهران هم باز با آقای جلیل شهناز شما آشنا شدید، اون چگونه بود اون داستان؟ بله جلیل وقتی که آمد به تهران دیگه با ارکستر گلها و اینها در تماس بود و واقعا هنرنمای بی‌نظیری بود. خیلی 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 هر چی دربارش بگیم کم گفتیم. قبلا عرض کردم که اگر اساتید گذشته فقط به ردیف و گوشه و دستگاه و اینها آواز آشنایی داشتن، جلیل از خودش میجوشید. آها یعنی در واقع مبتکر بود. بله بله هر چه میزد ابتکار بود و واقعا بی نظیر بود. بله بله یک همکاری هم گویا شما با ایشون داشتید در یک گروه موسیقی که شما تشکیل داده بودید به نام سمایی. بله گروه سمایی هم با ما همکاری داشت و یادم میاد که یک افشاری زد یه دفعه تو همون گروه که واقعا شاهکاره و پوران شاپوری هم دستان میخوند. عجب اینا در واقع ضبط شده حتما هست نیست؟ چرا چرا. بله بله خوب شد باز وای در من و دل تی نشد راز وای در من و دل. و خیلی زیباست این ترانه، خیلی 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 زیبا عاشقانه است. بله ما استاد یک تعدادی عرض کنم که نوازنده داشتیم مکتبی بودن، همونطور که شما اشاره فرمودید، مثل علی اکبر خان شهنازی، مثل فرض فرمایید آمیسا حسین قلی پدرشون مرحوم میرزا عبدالله. بله بله اینا بودن. بعد یک نسل جدیدی آمد که بنده گمان میکنم از عبدالحسین خان شهنازی شروع شد. خود استاد شهناز میگفتن آقا کسی سازو به باحالی عبدالحسین خان نزده. عبدالحسین خان هم سولیست رادیو بود نبود؟ برادر شهنازی بود دیگه. بله بله تو رادیو مینواخت و بسیار شیرین مینواخت. این فرهنگ شریف و اینا از به اصطلاح مقلدان اون هستن. بله بله بعد از عبدالحسین خان هست که در واقع این سیستم تند نوازی و کلیشه نوازی قدیم از میان رفته و تار یک حالت دیگری پیدا کرده. بله بله آدم های مثل فرهنگ شریف، مثل مرحوم لطف‌الله خان مجد و استاد جلیل شهناز، اینها نسلی بودند خلاق و بسیار تفاوت داشت، حالت داشت ساز اینها. بله، در حالی که بله. ساز قدما حالت نداشت. نظر شما این چگونه؟ این گونه نیست؟ چرا همینه. همطوره.
بله اونطوری که شما فرمایید هست. بله و برنامه گلها شد و اینا توانستن استعدادشون رو نشان بدن. من شنیدم که شما بعض قطعات استاد شهناز رو نوتش رو می نویسین. چگونه است عبارات این مرد، عبارات موسیقاییش در واقع؟ چرا اون قطعات که بسا ریتمی که بسا ضربیه من اغلب نوت کردم. بله استفاده می کنم شاگردان. بله بله یعنی می نویسید و از نظر در واقع ترکیب موسیقیش بایستی خیلی ساده باشه، اینطور نیست و خیلی زیبا و با سلیقه نیست اینطور؟ بسیار بسیار میشه. بله بله بله. و بعد در واقع دوستی شما ادامه داشته حتما در روزگاری که شما رادیو تشریف داشتید و بله ما دوستون خیلی قدیمیه، برای که ایشون از اصفهان همونطوری که وصفشو کردم با جوان باریکندم و قد بلند خوش قیافه می آمد به شیراز و ما با هم جلیس بودیم. ضمناً از آقای ناصری رهبر ارکستر سمفونی که با ما همکاری داشت در گروه سمایی بله شنیده بودم که رقصش هم خوب بوده. عجب. بله رقصش هم ندام بود. ضمناً بهتون عرض کنم که ایشون در شیراز در یه جلسه با هم بودیم که ویولون نواخت و خیلی هم خوب میزد. بعد با همون لحجه شیرین اصفهانی گفت سبا خداوندی چهار مضراب است. آره این هم از ویولونش. ستارم میزد، ضربم میزد. ضربم میزدن. بله بله. ولی فقط با تار بود که ظاهر میشدن در برنامه های رسمی. بله بله کنم که یه برنامه ای هست 562 ب بله از گلها بله و ایشون با شجریان خونده و زدن. بسیار شنیدنیه، بسیار شنیدنی. بالا بلند اشوگر نقش باز من خلاصه کوتاه کرد قصه دراز رو با شجریان اجرا شده. بله و فوق‌العاده زده. بله بله. استاد فنون اگه ما بخوایم مقایسه بکنیم، فرض بفرمایید که شیبه نوازندگی آقای شهناز رو با مثلا درویش خان یا قدما، این تفاوت‌ها در چیست؟ قابل مقایسه نیست. اون را قبلا عرض کردم، یک ردیف و گوشه‌ها رو یاد گرفته بودن، همونا رو می‌زدن، ولی جلیل چیز دیگه بود. جلیل از خودش می جوشید. آها. و خیلی واقعا شنیده. زبران دیگه باید گوش کنید، مثلا اون 562 می رو گوش کنید و گروه سمایی که براتون خوندم اونو گوش کنید، ببینید که چقدر امتیاز داره. بله در شیراز هم ما با هم در جوانی آمده اون شیراز رو با هم جلیس بودیم در باغهای اطراف شیراز که اون وقتا هم گفتن مسجد بردی، ولی بعدا شد قصر و دشت. بله تو اون باغها می نشستیم و ایشون نوازندگی میکرد. من و یه رفیقی هم داشتیم که هر دو تار و ویولون میزدیم. باور بکنید وقتی می نشستیم جلوی ایشون جرأت نمیکردیم دست آرش یا مضراب ببریم. عجب. جرأت نمیکردیم. عجب عجب. تحت تاثیر قرار می گرفتیم که اجازه نمی دادیم به خودمون. عجب. جلو ایشون بذار. ایشون هم یک جامی داشت که نقره کوب بود که مثلا خیس می گرد و یه گلاسی هم می خورد و بله از اون عرقای خلار شیاس. بله خلاصه زوق می آمد و واقعا قوقا می کرد. به 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 به. گرفتاری اینجاست که استاد مثل استاد شهناز رو عرض کنم که مثلا استاد کسایی اینها میپرسن که چرا شاگردی تربیت نکردن. این یک جواب خاصی باعثی داشته باشه استاد زلفنون، اینطور نیست؟ چون شنیدم تربیت کرده یه پسر خیلی جوانه، خیلی بله نیستان 7-8 ساله. بله و اون سبک جدید میزنه
و مثل که منم شنیدم از تلویزیون. بله بله، اون تیکر من دیدم، یه جوانی بود در 12 ساله قطعات استاد شهناز رو بله. همون رو اجرا میکرد در حضور خودشون. بله. و اما داستان دیگری، آها، عرض کنم که دوستی دارم به نام آقای من پرتو. بله. من پرتو که باز شرکت تلفن بود و فوت کرد. ایشون من وقتی تعریف میکردم مثلا جلیل چنان است و فلان است و نوازنده بسیار قابلی است اینا، بعد باز لحظه اصفهانی میگفت چی میگی زلفونون؟ این اصلا درس تار من و اون سر یک کش میچسیم توی اصفهان. این اصلا گوشش به تاریخ و جغرافی نبود، نمرهاشو 0 و 5 و 2 و اینها میگره. یه تیغی بس کرده و زیر کوچ و با اون تیغ و ناخونش بازی میکرد. آها. بعد گفتم به پرتو به همونی که شده جلیل. عجب آدمی بوده این آقای پرتو، توجه نداشته که حواسشون به موسیقی بوده، با همون تیغ و با همون انگشتی که میزد. عجب عجب. در واقع یک آدمای مثل آقای شهناز و اینها نمیشه بعد گفت که فوت شدن یا مردن. نه هیچ وقت. یه دفعه اینجا با هم در تماس بودیم که میگفت آقای زلفون منم دور اتاق میچرخم و مریضم و این حرفا، گفتم شما که حال خوب میشه انشاءالله، ولی شما هیچ وقت نمیمیرید، همیشه زنده هستید، همیشه زنده هستید. استاد آن است که نامش به نکویی نبرم. استاد زلفون، خب این تار عرض شد که سر کلاس آموزش تار میگوین مضراب چنین است، نمیدونم انگوش گذاری، پرده شناسی، ریز چنین است. یک شیبه خاصی استاد شهناز داشت که من در هیچ کس ندیدم. نظر شما چیست واقعا؟ نه خیلی واقعا نظیر نداشت و سبک به خصوص اساسا از خودش میجوشید. بله. شما وقتی تار جلیل رو گوش میکنید میبینید که اصلا خود داره، اصلا موضوع تکنیک نیست. بله. موضوع همه چیز هست، همه چیز در برده، یعنی خلاصه میشه یه تاریخی فقط برای جلیل نوشت. آها آها. بله واقعا یه تاریخ میشه نوشت. خیلی خیلی از شما ممنونم استاد زلفونون. خیلی مرحمت فرمودین، تشریف آوردین. از در خدمتتون هستم. از شما خیلی خیلی سپاسگزارم. قربان شما. قربان شما برم. شب روز شما بخیر. شب روز خوش باشه. قربان شما برم. استاد محمود زلفونون، استاد بزرگوار ما. خدمت شما عرض کنم این سازی که تار گفته می شود و امروز مهمترین سازهای ایرانی تار هست. در واقع ما شبیه همه دیگر سازها در جای دیگه جهان داریم، مثل سنتور از مجارستان می نوازن تا هندوستان، حتی در آمریکا هم یه چیزی ساختن حدود سالهای اگه اشتباه نکنم سالهای 1947 و اینا به نام همر دالسمر، اینن سنتوره، منتها تفاوتش این است که خب خشنتر و بزرگتره و این میاد و بر می گرده روی خرک، این نیست که هر خرکی یک در واقع کوک داشته باشه و اینا، و هندوستان، جاهای دیگه، یونان اینها. عرض شد که سه‌تار لوت گفته میشه، اینا پلاک اینسترومنت هستن، یعنی مضراوی لوت، اصطلاحا میگن لوت. انواع اقسام لوتا در دنیا هست، کمانچه در چین و کره و خیلی جاها نواخته میشه، اینا سازا خیلی قدیم هستن. اما تار به این شکل و شباهتی که میبینیم و این فیزیکی که میبینیم که کاسه و نقاره داره و این پوست لطیف و اون صدای خاص مخصوص ایران، جای دیگه وجود نداره. اون چیزی هم که در آذربایجان نواخته میشه به تار میگوین، اون داستانش جداست، اساسا ربطی به این تار نداره. عرض شد که اینا در روزگار قدیم ما پیدا نمی کنیم در کتابهای خاص اهل موسیقی که به این ساز اشاره رفته باشه، مثل فرض کنید موسیقی الکبیر خاقانی، ببخشید، فارابی، یا بعد از مغول که ما دوباره یک در واقع چگونه ارز کنم زنده شدن تئوری موسیقی ایرانی هست، آدم بزرگی مثل عبدالقادر مراغهی
دو کتاب مهم تدوین کرده است، یکی به نام مقاصد الالهان و جامع الالهان. اینها در یکی از اینها که فکر کنم مقاصد الالهان هست، در اونجا جمعی سازهای ایرانی رو توضیح داده که شکلشون چگونه است و تعداد سیمها چگونه است و همه اینها. تعداد زیادی ساز گزارش کرده، قریب بیشتر از 40 ساز، و میگوید که اینها اون سازهایی است یا اون آلاتی است که اهل عمل به کار آورند و از ترکیب اینها میشود سازها آلاتی دیگری ساخت و تقسیم بندی میکند که از میکنم که ذوات الاوتار مقیدات و ذوات الاوتار مطلقات، یعنی سازهای سیمی آزاد و مقید. سازهای سیمی آزاد در واقع از شبت که سازهایی هستند که در واقع ببخشید مقیدات، سازهایی هستند که شما با پنجه مثل تار و ستار در واقع اون نوت خاص رو مقید میکنید، در واقع با انگشت گذاشتن در میان دسته تار شما این ساز رو مقید میکنید که نوت دو رو بنوازه. ولی سازهای در واقع ذوات الاوتار عرشبت که آزاد، اونایی هستن که در یک سیستم کوک میشن، مثل سنتور شما نمیتونید کارش بکنید مگر اینکه خرک رو جا به جا کنید یا کوک رو عوض کنید و اینها. باری هیچ نامی از تار نرفته است. اگر مولانا میگوید گاه چنگم گاه تارم روز و شب، این اشاره به ساز تار نیست، یا چند مورد دیگری هم هست. و تا ما میرسیم به روزگار صفوی هر سبت که باز نمیبینیم در این نقشی که هست بر دیوار عمارت چهلستون که میهمانیست که به خاطر همایون پادشاه شاهزادهی که غرق کرده بود در واقع از دربار همین پادشاهان مغولی آمده بود از بربچه های بابر، اونجا حضور پادشاه ایران نشسته، خیلی تابلو زیباییست و نوازندگان اونجا هستن، سازاشون هست، ما تار در اونجا نمیبینیم، نامش هم پیدا نمیکنیم. عبدالقادر مراغعی از یک سازی نام میبرد، میگوید پنج تا. قدیم ها نمیگفتن ستار، میگفتن ستا، هم ستا در عمل آورده به چنگ، میر عالم بشنیده است سروش. ستا یعنی ستار، پنج تا یعنی پنج تار. بنابراین میگوید ما یک ساز داریم به نام پنج تا که شکل گلابی است و بر روی آن پوست دور قلب گاو میکشند. در واقع امروز این همچین چیزی فکر نمیکنم، امروز پوست بره تودلیست روی تار میکشند. عبدالقادر میگوید اون قلب رو که در بیاریم، قلب گاو یا هر قلب هر کسی هر جاندار روش پرده است، میگن اون پرده رو در میارن و میکشن روی این پنج تا و مینوازن و دسته بلندی هم میگوید دارن. هیچ بعید نیست که این ساز تار در بین فاصله صفویان و مثلا زندیه و ابتدای قاجاریه و اینها اهل فن به این شکل این ساز رو در آوردن مطابق ذوق و سلیقه و اون چه میخواستن برای بیان احوال دل این ساز رو ساختن و کاسه و نوارش رو به همین وجهی که هست و بعد روش پوست پرده در واقع بره تودلی کشیدن که البته پوست ماهی هم میشه باید کشید و بعد داره پنج سیم بوده، پنج تا بوده اینها. و بعد ما یک مشتاق علی شاه کرمانی داریم که ستار رو به چهار تا تبدیل کرد، یعنی ستار که سه سیم داشت، یک سیم هم مشتاق علی که سنگسارش کردن آخوندها عرض شود که تبدیل کرد به چهار تا سیم. روی مهم ستار داره چهار تا سیمه. بعد مرحوم درویش خان هم آمد و دید که این یک خیلی خیلی در واقع پیشرفتی است در کار این ساز، آمد و یک سیم اضافه کرد به تار و این شد در واقع داره شش سیم، داره شش سیم شد و تکمیل شد و کامل شد. اولین نشانه های هر شبت که این ساز در موسیقی فکر میکنم در غزل هایی است که از روزگار قاجار مانده، چون ما تا اونجایی که به دربارها مربوط هست و پشتیبانی از موسیقی
حالا تشکیلات هارون و مأمون رو بگذاریم که در بغداد هستن و اکثر موسیقی داناشون هم ایرانی بودن، از زمان خسرو پرویز ما دیگه نداشتیم به این وجه تا روزگار قاجارها که فتحعلی شاه بوده و دو سه دست ارکستر داشته، ارکسترهای زنانه داشته و تار اونجا جلوه کرده و رفته رفته وارد ادبیات شده است. میگوید که گل بتوان چید خار اگر بگذارد گنج، توان برد مار اگر بگذارد بانگ مؤذن، کشاندم سوی مسجد ناله جانسوز تار اگر بگذارد. و عرض شود که ما در واقع ایرج میرزا رو داریم که میگوید تار هم در کف درویش خان، تا بدمد در بدن مرده جان. یک بیت هم از عارف قزوینی داریم بعد از فوت آقا میرزا حسین قلی که گفته است بعد از او زیبت که در او کاسه تار، بعد از او زیبت که در او عنکبوت بندد تار. یعنی دیگه تمام شد، بعد از آقا حسین قلی بهتره که عنکبوت بره و اونجا تار ببنده، کسی اونو نزنه. اما زیباترینش رو فصیح الزمان شیرازی داره. از فصیح الزمان از متأخرین گویا یک عمامه ملایی هم داشته و اینها، میگوید که همه زن خوشند مطرب، غزلش خیلی زیباست، البته غزلش خیلی خیلی زیباست، اما میگوید که همه زن خوشند مطرب بزند به تار چنگی، من از اون خوشم که چنگی بزنم به تار مویی، همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی، همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم منه بگذر کنار جویی، همه زن خوشند مطرب بزند به تار چنگی، من از اون خوشم که چنگی بزنم به تار مویی. و چند بیت دیگه خیلی 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 غزل زیبایی است. بله، همونطور که استاد زلفنون فرمودند، نزید استاد جلیل شهناز در این زمینه نبود. در حقیقت میشه بعد گفت این استاد اسحاق موسیلی روزگار ما بودند. یک قطعه در بیات ترک عرض کنم که فکر کنم کیومرس گذاشتن در یوتیوب، فرزند ایشون که ویولون خیلی زیبا میزنن، و این قطعه رو من خواهش میکنم که سپه برای شما پخش بکند تو برگردیم خدمت شما باشیم تو چند دقیقه دیگه. با درود بر شما هموطنان گرامی، قطعه در بیات ترک که از متعلقات دستگاه شور هست، از سرپنجه استاد جلیل شهناز شنیدیم. عرض میشود که یکی از مواهبی که در واقع نصیب ما شد این بود که تعدادی از این هنرمندان ما در فضای ایران باقی ماندن، نرفتن خارج. من فکر می‌کنم که اگر استاد شهناز، استاد کسایی اینها می‌رفتن یه دو ماهی چهار ماهی در فرانسه اونجا کلاس موسیقی و اینها، فکر می‌کنم اوضاع خراب می‌شد. درست مثل فارسی حرف زدن ما فرض کنید که با این، یعنی در واقع امروز خیلی از ما فارسی که سخن میگیم فارسی نیست، فارسی هست اما این لغات فرنگی رو ترجمه میکنیم وارد زبان فارسی میکنیم و اینا، میگیم که آقا اسم شما چیه، میگه اسم من محمد هستش. آقا محمد هستش یعنی چی بابا جان، این از کجا آمده محمد هستش؟ از شبکی از اینجور داستان ها، یا این که تو من نمیفهمی، یا ما هم دیگر رو نمیفهمیم، اینا در واقع ترجمه های چیز خارجی است، اینا به فارسی نیست. بنابراین این استادان بزرگ همون فضای فرهنگی ایران با اون دردهاش و رنجهاش و خوشیهاش و زیباییهاش و همه اون چه این مجموعه رو میسازه که با فرهنگ ایران و اخلاق ایران مینامین، در ساز اینها منعکس بود و بدین دلیل هم اصیل بود و ایرانی بود. نه که موسیقی خارجی بده، نه، این سخن من نیست، اما موسیقی اصیل ایرانی بود اینها. هر چیز اصیلش خوب هست، موسیقی خارجی هم خیلی خوبه، موسیقی کلاسیک به‌به، موسیقی های محلی همه کشور، موسیقی زیباست. اما هر شبت که بعض دیدیم که بعض هر شبت که این وطنهای ما یه شیش ماهی جایی
گوشه یک جای فرنگ و اینا یک کلاسی میرن، بعد ادعاهای بزرگ و سازشون هم خراب میشه. در واقع اون احوال فرهنگی و اصیل ایرانی رو از دست میدهد. خب روز 22 جون پریشب عرض کردم، پریشب پیش عرض کردم، سه شنبه روز 22 جون خیلی روز مهمی است از نظر حوادث تاریخی، من به چند تاش اشاره میکنم. روز 22 جون سال 1633 پوپ در کلیسای روم گالیله رو خواستند و خواستند که معذرت بخواهد از این سخن لاطائلی که گفته است و از این کفریاتی که بافته است، و اون این بود است که زمین به دور خورشید میچرخد. گالیله حالا چه بکند با این دیوانگان؟ میگه شما راست میگید آقا، من ببخشید من اشتباه بوده، آقا خورشید دور زمین میچرخه، ببخشید. روز 22 جون 1633 گالیلئو گالیلئی بنیانگذار فیزیک، لطفا گالیله رو نشون بدید. بله بنیانگذار فیزیک مدرن گالیله است، و بعد نیوتن رو داریم. اینشتین بر دوش این دو غول ایستاده است، خودش هم میگوید اگر من توانستم افقهای دورتری رو ببینم برای این است که بر شانه دو جاینت یعنی دو غول ایستاده ام. گالیلئو گالیلئی گالیله، بله گالیله آوردنش و گفتن آقا تو در واقع گالیله اون چه کوپرنیک تحقیق کرده بود و این سیستم هلیو سنتر رو کشف کرده بود که خورشید در مرکز هست و این سیارات دیگر بر دور او میچرخند، گالیله با ساختن تلسکوپ این رو به اثبات رسونده بود. عرض می شود که نظریه ارسطو رو رد کرده بود با ماهایی که بر در اطراف یکی از این سیارات میچرخه، و این که همه چیز بر اطراف زمین میچرخه که قول ارسطو بود باطل کرده بود. این است که چون توانسته بود با یک وسیله ثابت بکند به اینها گران در آمد، یعنی در واقع سخنان کوپرنیک هم بسیار وحشتناک بود برای اینها، ولی گفت آقا اگه وسیله نداره ثابت بکنه ما به مردم میگیم که همین انجیل درسته. 22 جون 1633 بله 1633 گالیله خواستن معذرت بخواد. بعد مثل این کروبی موسوی نیست، در حصر خانگی، در حصر خانگی بود تا آخر عمر. قریب 400 سال گذشت تا در واقع بله در سال 1992 در حالتی که توجهات همه به انتخاب ریاست جمهوری بود، آقای پوپ با اون کلاه و اون هیبت و هیئت و چماق و زار و زندگی آمد، گفت آقا ما 90 میلیون دلار، حالا ببینید سفاهت رو ببینید که از زمان گالیله، بعد از گالیله نیوتن آمده، او چه دانشمندانی آمدن، چه کشفیاتی شده، هابل آمده، تمام این بندوبسات رو تمام درس کنم که تحلیل کردن. تازه گفته است ما این چند سال گذشته 90 میلیون دلار در اختیار بخش ستاره شناسیه همین کلیسا گذاشتیم، دیدیم آقا این گالیله راست میگفته، و ما امروز با لباس رسمی از گالیله معذرت خواهی میکنیم بعد از 400 سال. بعد از 400 سال خب پس 22 جون بوده است، 22 جون سال 1633 بوده. در 22 جون 1740 فردریک کبیر، لطفاً عکس فردریک دو، بله 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 همین مرد بزرگ است، این دستش نشون بدین مردم ببینن، این از رجال بزرگ تاریخ بشر است، فردریک کبیر. فردریک کبیر هر شبت بچه که بود افسر بود، در واقع خیلی نوجوان بود، تصمیم گرفت که با دوست، چون پدرش خیلی خیلی دیکتاتور بود، فرار بکنن برن انگلستان، گرفتن و رفیق شفیق و نزدیکش رو مقابل چشمش گردن زدن، او رو به زندان انداختن، بعد آزاد کردن. فردریک کبیر یکی از کسی است که در واقع آلمان امروزین رو این فردریک کبیر به وجود آورد، و نابغه نظامی بود، نه تنها نابغه نظامی بود که علمای بزرگ مثل یولر در خدمت او کار میکردن و با ولتر دوستی نزدیک داشت. کسی بود که وقتی ناپلئون اون امپراتوری ها رو شکست داد رفت بالا سر قبره، البته این از بزرگی ناپلئون هست، ایستاد سر گور فردریک، گفت اگر این مرد زنده بود ما امروز شکست خورده بودیم، اگر فردریک زنده بود ما امروز شکست خورده بودیم. فردریک کبیر
و این مرد بزرگ به سال 1740، حالا داستان زندگیش خیلی مفصله، چگونه آلمان رو توسعه داد، چگونه راه‌ها ساخت. بله، میگفت که آدمای خیلی بلند و بلندقدر ارتش درست کرده بود و اینا، و داستان جنگاش خیلی شنیدنی است. ایشان آمد و شکنجه رو ممنوع کرد، شکنجه رو ممنوع کرد، ادیان رو آزاد اعلام کرد. خیلی خیلی مهم هست این داستان. حالا در قرن 21 آخوندهای ما، این مجلس جنایتکاران، اینا که در مجلس ایران هستن یا جنایتکارن یا قوم و خویش جنایتکارن، حداقل دزدن، اینا گفتن آقا شکنجه چیز خوبی نیست. اما خیر آخوند مگه چیزه؟ آقا آخونده نه خیر، شکنجه باستی باشه، حضرت رسول هم شکنجه میفرمودن، تعذیر میکردن اینا. فردریک کبیر آمده است به سال 1740 شکنجه رو ممنوع کرده و ادیان رو آزاد اعلام کرده. 22 جون سال 1740، بله، و در سال 22 جون 1772 کشور انگلستان بردگی رو ممنوع اعلام کرد. 1772 پارلمان انگلیس بردگی رو ملغا کرد، که البته میدونی که در آمریکا تازه 1100 سال بعد، تقریبا 1861 که جنگ ها شروع شده است، برای الغا بردگی تا 63 طول کشیده، عقب بودن اینا، از جاهای دیگه اصلا بردگی برمی آوردن. و هر شبت که گفتم خدمتون، یک نماینده از انگلیس آمد خدمت محمد شاه قاجار که آقا ما مدت ها بعد که این قدغن، آقا بردگی مگه نمیدونید که قدغنه؟ ما اجازه نمیدیم در دریاها و اینا که این برد مردی. و گفت رخی آقا حاجی میرزا قاسی و اینا، گفت آقا ما اسلام با بردگیه، اسلام کارش اینه که دیگران رو برده کنی تا اسلام گسترش پیدا کنه. آقا اسلام از برده کردن دیگران گسترش پیدا کرده، با زور توسری و لگد و مشت و فلان و چاقو و شکم پاره کردن و اموال گرفتن گسترش پیدا کرده. ما که نمیتونیم از دین خودمون دست بکشیم اینا. انگلیسی نگاه کرد، گفت آقا خب دینتون، ما نمیتونیم راجع به دین شما قضاوت کنیم، اما خواهش میکنم برده ها را طریق زمینی بیارید، ما دیگه اجازه نمیدیم، توپ و توپخانه ممنوعه، ببینیم برده را غرق میکنیم. هیچی. این هم از داستان بردگی کار ما. بله، سال 1772 پالو بعد در 22 جون 1812 ناپلئون براپارت به روسیه حمله کرد. 22 جون 1812 یک بار دیگه ناپلئون رو نشون بدین. این مرد بزرگی بوده است این ناپلئون، میگوید من به دینی که بله افلاطون رو قبول ندارد و موسیقی رو نفی میکند اعتقادی ندارم. ناپلئون بناپارت، بزرگترین جنرال، یکی از دو سه جنرال بزرگ تاریخ بشر، ناپلئون بوده. ناپلئون، خیلی فرانسوی افتخار میکنم به ناپلئون. و سه سال بعد در 22 از عجایب روزگار، سه سال بعد در 22 جون 1815 ناپلئون شکست خورده بعد از واترلو، جنگ واترلو، دیگه سقوط ناپلئون رو و انگلیس ها گرفتن. و 1825 پارلمان انگلیس آمد و فئودالیسم رو ملغا کرد، فئودالیسم رو ملغا کرد. حالا بر میگردیم که عرض شود که دوباره 22 جون دیگه داریم. 22 جون 1940 آلمان فرانسه رو گرفت، ارتش آلمان فرانسه رو گرفت. و در 22 جون 1941 همون اشتباهی که ناپلئون در سال 22 جون 1812 کرده بود، اشتباه رو جرمن هم کردن و حمله کردن. بدادید از شما متشکرم. بله، ناپلئون حمله کرد به روسیه، خب شکست خوردن، فرار کردن، مسکو رو آتش زدن، تمام هر چی بود سوزاندن، این زندانی های سیاسی، این زندانی های جنایتکار هم آزاد کردن. ناپلئون هم حالا گرفته اونجا رو مرتب تو اتاق راه میده، میگه پس کی قراره بیان قرارداد تسلیم امضا کنن؟ یوشکین هم قرارداد تسلیم امضا کنه، سرمازده و گرفتار. این ارتش عظیمی که به اونجا برد سرمازده، یک تعداد اندکی جان به در بردن از سرمای روسیه. هیتلر هم
هر شبت که جنرال های خوب داشت، اما یه سرجوخه بود، آمده بود فرمانده فیلد مارشال هایی که یادگارای جانور چه بلای به روز مردم روسیه می آورد، قریب 22 میلیون مردم روسیه کشته شدن، در حالی که آمده بودن به پیشواز اینها، گفته اینا آمده ما را دست کمونیست ها نجات دادن، بکشین اینا رو. خدا نکند که آدم بیعقلی فرمانده مملکتی بشود. بله 22 جون داستان هیتلر رو هم که میدانید که چه شد و ارتشش چه کرد در استالینگراد، این همه داستان‌های بزرگ تاریخی است. اجازه بفرمایید که یک موسیقی دیگر بشنویم، کوتاه برمیگردیم در باب این انتخابات و ما مردم و قضیه سیاست در ایران زمین و این شوق و ذوق‌ها و این اسارت‌های تاریخی که چند هزار سال از اسارت ادامه دارد و همچنان هم خودمون هم کمک می‌کنیم، از اوقات تنبک می‌زنیم، رقصم می‌کنیم بابت اسارت‌ها. بله یک موسیقی می‌شنویم، برمی‌گردیم خدمت شما بزرگوارا. با درود بر شما هموطنان گرامی، صدای استاد شجریان رو شنیدید. عرض می شود که در لس آنجلس شما بایستی یا عاشق باشی یا نمی دونم خیلی خیلی ذهن فرهنگی داشته باشی که برای کتاب فروش بشی. نمی دونم حالا چند صد هزار نفر ایرانی هموطنان عزیز ما در لس آنجلس هستن، عرض می شود که اما کتاب که چاپ میشه صد صد و پنجاه جلد 20 جلد نهایتاً، اونم بالا دیگه رفقا میخرن میذارن تا شب نمیخونن، گرفتارن دیگه بابا جان. آقای بیگزاده هم عرض شود که از اون زمره آدم هاست که زده به فرهنگ و بعض اوقات تصحیحات و تصحیح خیلی خوبی از رستم و تواریخ کرده بود، این مرد محترم در وستوود کتاب فروشی دارن و به من زنگ زدن که حراج کتاب دارن، چون قضیه به کتاب مربوط هست. بنده عرض می شود که خدمت شما عرض می کنم این مطلب رو و یک لیست خیلی خیلی بلندی از کتاب های خیلی خوب. نشانی ایشان 1434 هست، از اول جون تا اول جولای حراج کتاب دارن. تلفن آقای بیگزاده، مرد مطلع، کتاب خوانده، مرد فرهنگی بسیار بزرگوار، میتونید که باشون تماس بگیرید اگر کتابی چیزی خواستید که نداشتید، لیستش هم میتونید ازشون بخواید براتون بفرستن. 310-441-1015 تلفن آقای بیگزاده است. 310-441-1015 اگر شما کتابی به نام فضائح الروافض آقای محدث تصحیح کرده است، ما هرچی گشتیم این کتاب رو بنده لازم دارم، حالا یا میتونید به بنده قرض بدید اگر دارید، یا اگر میدانید که چه کسی دارد در ایران کجا میشود تهیه کرد، یک تلفنی به ما بزنید، ما این فضائح الروافض رو، چون ما هرچی در باب دروغهای شیعه و فضیحتهای این شیعه‌گری بگوییم کم گفتیم، گرفتار شدیم ما به این داستان. فضائح الروافض، بله یعنی فضیحت های شیعیان، 68 فضیحت، کتاب قدیم متعلق به قرن ششم هست و ما هرچی گشتیم که نتوانستیم پیدا کنیم. دوست محترمی که از ایران آمدن بسیار گشته بودن، حتی با فرزند مرحوم محدث صحبت کرده بودن در دفتر ده خدا، گفته بودن آقا یه تعدادی چاپ شد، کتاب قطوری باستی باشه. این هم از این داستان. عرض شد که نگاه میکردم به چند تا تصویر، دیدم آقای روحانی با آقای رفسنجانی، یه عکسی که آقای روحانی با آقای خاتمی، این بیت فردوسی، چه بیتی، گفت که امروز روزیست با فر و داد که رستم نشسته است با کیقوباد. به چه روزیست امروز، چه روزیست، به به رستم نشسته با کیقوباد. از این تبار ایرانی، این همه آدم دانشمند و بزرگوار ایرانی، این آخوند به اون، این کلم به کله با اون کلم به کله، یه حرامزاده های دروغو مبخور جانی،
نشستن و هست و نیست مملکت رو به دست گرفتن. حالا ما نشسته میدیم برکات از عمام اینها کی میاد ما نجات پیدا کنیم؟ ما مردم بدبخت بیچاره، بدبخت بیچاره میان به طنز میگم. بنده میفهمم موضوعات رو، توضیحات رو هم میفهمم. آقا مردم بیچاره ما چاره نداره، اینا هم خیلی خونخوارن. آقا این داستان اینا هم خیلی خونخوارن یک وسیله دست بزدلی شده. چه چیز خونخوارن، چقدر خونخوارن. آقا تا کجا میخوان؟ مگر که کوتاهی کردن در خونخواری که حالا خونخوارن؟ پذیرفتیم، اینم کلیشه شده. آقا اینا نمیدونی چقدر خونخوارن؟ آقا چقدر خونخوارن بفرمایید ببینیم چقدر خونخوارن. هر روز کلاهبرداری. حالا از کنه بنده میفهمم، یعنی متوجه نیستم که بنده شرایطی اینا، البته نیستم من، شما بهتر میدونید. اما آقا چاره ندارن، مردم هم بالاخره میخوان زندگی کنن، میخوان که اونجا باشن، قدم به قدم میخوان که یه جوری بالاخره فلان اینا. تنها راهش هم همینه آقا، تنها راهش همینه، هیچ راه دیگری نیست. چرا؟ چون خیلی خونخوارن آقا، خونخوار. معنیش این هست که اینا خیلی خونخواره نیست، نه که ما تو سری میخوریم، اردنگ میخوریم، اموالمون از دست میدیم، شرف ملیمون از ما رفته، میترسیم. یعنی ما مردم ترسو هستیم. آخرش این هست که خونخوار یعنی ما مردم ترسو هستیم آقا، میترسیم از اینا. بنابراین حالا که ترسو هستیم پس چرا خب ترسو باشیم؟ خب ترسو یا عاقل، اجازه بدید بگیم عاقلیم دیگه، وارد بازی هاشون چرا میشیم؟ پس فرض کنید که یه آقای هست مثلا 4 تا دختر داره، مثلا میبینه در میزنن، میبینه 4 تا لات چاقوکش شکم گنده گردن کلفت، یکی چاقو هم به کمرشون، یه رئیسی هم دارن و لگد میزنن و میان تو. فرض کنید چیز دیگه، فرض کنید صحنه یه دیگه. میگه حاج حسین، بله. میگه ما آمدیم شما امضا کنین این 4 تا دختر، یکی میدید به محمد سکله، یکیش میدید حسن شترخور که اینجا ایستاده، یکیش هم میدید به شعبون بیمخ، یکیش هم میدید به این، امضا میکنی مال تم میدید به همه اینا، میشه دیگه؟ میگه حالا اگه امضا نکنم چی میشه؟ امضا بکنی یا نکنی ما میبریم. خیلی خوب، حالا فقط فرقش اینه که اگه امضا نکنی سر خودت هم میبریم و سر خانمت هم میبریم. خب اینجا مسئله پیش میاد و اون عقل ارسطویی. این عقل ارسطویی چرکین ترین چیزی، کثیف ترین چیزه. منطق دیگه، منطقه، منطق. منطق میگه که حالا که این آقا اومده میگه ما به هر حال میبریم، امضا کن بده جان خودت و زنت را حداقل نجات بدی، یعنی دو نفر نجات دادی. این عقل دیگه، نه؟ عقل ارسطویی میگوید که اگر من نوعی ما دو نفر میرویم در بیابان، ما هر شبت که یکی نصف نان داریم یا دو تا نان داریم، اگر که ما با این دو تا نان یکی نان بخوریم هر دو میمیریم، اما اگه من بزنم تو سر اون رفیق اون نانم من بخورم اون میمیره، ولی من نجات پیدا میکنم. این عقله، این منطق و عقل ارسطوییه. اما عقل هست، اما هزار جور نامردی هم در زیرش هست. گذشت درش نیست، بزرگواری درش نیست، انسانیت درش نیست، عرض میشود که گردن ترازی درش نیست، نمیدونم خیلی چیزا نیست، ولی عقله هست. اینجا هم که امضا بکنی یا نکنی که دختراتو بدی به این آدما و زندگیتم بدی و با خوشرویی بنویسی امضا کنی و بدی، عقله، کار عقله. یعنی شما خوب دادی، دخترات هم دادی، ولی زندگی بکنی. خیلی خوب، این یه وجه هست دیگه. بالاخره یه آقا ترسیده بیچاره، بدبخت، چیکار کنه؟ میخواد زندگی کنه، امضا کرده داده دیگه، اگه ندادم که گفت میبردن دیگه، سر خودش هم میبریدن. بعد
ولی ببینیم که اینا عروسی گرفتن، حاج حسین داره میرقصه، خودش هم تنبک میزنه. اینجا اشکال قضیه است. میتونست آقا امضا کنه بره بشینه گوشه خونه مقبون محزون که آقا اینا به ما زور گفتن، بچهای ما رو بردن، خودم میخواستن بکشن. اما میبینیم این داره بشکن بالا بنداز میندازه وسط صحنه، تنبک هم زیر بغلش، دفی هم داره میزنه، بابا کرم هم میرقصه. همین داستان رقاصی ما وسط خیابونای تهران بابت این انتخابات اینا، اینو من به یاد همین مسئله مینداخت. حالا که آقا این حرفا رو نزن جوانها، آقا تو میخوای جوانها، آقا چه داستان جوانها، این داستان مسخره است، این داستان، این داستان کلاهبرداری تاریخی، این جرم به علنه، این توهین و لگد زدن به علنه که یک چهار تا آخوند بیان چهار تا آدم سفیه کری و جانی بیارم یکیش انتخاب کنیم، بعد ما یکیش انتخاب کنیم تنبک هم بزنیم وسط خیابان. این چیزا رو من نمیفهمم، چون عرض کردم من گوش نمیکنم ببینم حالا این چی میگه نظر، این چی، اگه من این رو بگم مصلحت چی هست. این حرفا مثلا به هیچ وجه من وجود در پوست من نمی گنجه، چون من خودم من یاغی هستم آقا جان، آدم یاغی. شما فکرشو بکنید، از تمام این مردم، بین این مردم ایران آدم هست که میتونه کشور رو اداره بکنه از دانایی. این همه آدم های درخشان ما داریم، هیچ کدوم اینا حتما باید این آخوند باشه بیان چهار تا اینا سابقه جنایت هم داشته باشن در این رژیم بیان اینجا بیان این چهار نفره، حالا به اینا رأی بدی، حالا ما انتخاب کردیم، حالا شما بیان رأی بدی، بابا رأی بدیم تنبک هم بزنیم، حداقل میتونیم رأی ندیم، بگیم آقا هر کار میخواد بکنید، شما که هر کار میخواد بکنید، که داستانی که میبرید داستان همون دختراست که گفتم. فکر کنم اونایی که رأی ندادن معنی رأی رو فهمیده بودن. حالا برای آقای روحانی بیاد اقتصاد خوب کنه فرقی نمیکنه، این توهین به ملت بوده و از خوب بشه یا نشه اصلا ربطی به این توهینی که در حق ملت چهار سال یک بار میشه ارتباطی نداره. بیاد ماجرا اتمی رو هم حل کنه، عرض میکنم که همه چیزا رو هم بردارن، همه جیباشون پر پول بشه، این داغ، این ننگ رو از پیشانی ما پاک نخواهد کرد. اون دموکراسی که به این وجه بخواد به دست بیاد، به دست بیاد به درد خود این ملاها بلاوت باید بخوره. این کارو با هیچ ملتی نمیشه کرد، نه با چکسلواکی چک میشه کرد، نه با لهستانی میشه کرد، نه با روسی میشه کرد، با هیچ با ما میشه کرد این کارا رو. شما نگاه کنید نماینده های اینا رو نگاه کنید، حداد قاتل رو نمیدونم، حسین رضایی رو مخصوصا میگم، حسین رضایی نمیدونم، حسین رضایی، محسن رضایی، اون یارو حداد عادل، اون یارو مردک فارغ التحصیل مدرسه امام صادق، اینا برگزیدگان ملت ما بودن، اینا لایق‌ترین آدم ها بودن برای پرزیدنسی. این توهینش رو باز این رو نمیشه تحمل کرد. بعد این آقا یه اون بیساباکی بوده اونجا نمیشه جشن گرفتن، جوانان ما جشن گرفتن. میدونی چرا؟ چون معنی انتخابات رو نفهمیدیم، معنی انتخابات رو نفهمیدیم. یعنی ای کاش ما میدانستیم که هستیم، از این گنج هایی که زیر پای ماست مطلع بودیم، به احوال اون آدم های بزرگی که این کشور رو نگهداری کردند و به ما سپردند آگاهی داشتیم، این کارها رو نمیکردیم، کارهای دیگه میکردیم. به احوال روزگار و جهان اگر اطلاع داشتیم و قضیه به این درجه از اهمیت، تنبک نمیزدیم آقای روحانی انتخاب کرد. گفت آقا در کیل و دمنه، گفت آقا اگر حریف کلاها نیستی حداقل با آنها دشمنانه زندگی کن. داستان کلاغا و یه پرنده های دیگه جغلا هستن چی هستن، چهار سال یه بار
قربال به دست گرفتم. این آدمایی که اینا آورده بودن از اون آدمایی که من مثل زدم هزار بار بدترن، چون تو چاقوکشا و لاتا و اینا ممکنه یه فضیلتی پیدا بشه، تو اینا پیدا نمیشه. این کلمو گذاشته به سرش، رفته اونجا نشسته داره با آقای سید محمد خاتمی. مثل این که رویاروی ظالم ایستادن برای ما گناه شده، یه چیز عجیبی شده آقا، یه چیز عجیبی. خب بعد بعید هم نیست دیگه، از ما بعید نیست. وقتی بریم سر قبر دشمنانی که آمدن زنای ما رو بردن، مملکت ما رو تخریب کردن، سر قبرش گریه میکنی میخوام یه کاری برای ما بکنه، خب دیگه تکلیف ما روشنه دیگه. ادویکیشن سیاسی نداریم، در واقع تعلیم سیاسی نداریم، نذاشتیم. باهوش هستیم، کار سیاسی با رایج بودنش در جامعه است که آدم یاد میگیره، نه با حرف زدن و به تلویزیون نگاه کردن و حدس و گمان زدن و نه، وقتی در فرایندش قرار بگیری بزرگواریش رو میفهم. وقتی نباشه مثل که هی داستان شنا بگو دستت اینجوری کن، سرت اینجوری کن، شناگر میشی. نمیشی، باید بیاسی تو آب. مایه ننگ این روحانی بگیم نماینده ایرانه، مایه ننگ این انتخابات. حالا با در نظر گرفتن همه اون یا امریکایی آدم های ساده هستن، تحلیل هایی میکنن که بیا و ببین، آدم خندش میگیره. نمیفهمن، خب چه میفهمن اینا؟ آخوند یعنی چه؟ ندیدن همچین چیزی، روبرو نشدن همچین، اگر همچین بود اینجوری سرکارشو نداشته بودن. تحلیل میکنن روزنامه مجله نمیدونم چی نمیدونم اکونومیست تو دنیا مخیلن دارن به تبل چیز میزنن. یه زمانی بود افتادن دنبال چیز خلخالی، حالا افتادن دنبال این آقا. ساعتاشو نگاه کنید، توده یای عزیز، چه توده یای قشنگی داریم. تموندهشون هنوز هست. دنبک میزنم برای آقای حسن روحانی. شأن این ملت این نیست، شأن این ملت این نیست، شأن انتخابات و سیاست این نیست. امروز روزی است با فر و داد که رستم نشسته است با کیقوباد. این شیخک ساواکی نشسته با این پدر جنایتکارا مشاورت شروع شده است. الحمدلله مشاورت آقای روحانی با آخوندها. اینا رو بنده مایه نهی میدونم شخصا، شخصا عرض میکنم. حالا منافعی دارن، آقا شما اطلاع ندارید، در کار سیاست نیستید، آقا ما که هستیم میدانیم که قدم به قدم باید این کار کرد. روحانی یک ذره بهتر، بعد یک قدم جلوتر، اون یه ذره بهتر، یه قدم جلوتر. مثل که ما یه چیز دوزی رو بخواییم پس بگیریم. آقا آزادی ملت گرفتن، رسمن مملکت گرفتن، جنایتکارن آقا رسمن گرفتن، ما میخواییم یه این چه اینجوری پس بگیریم. مثل که بدهکارم هستیم به اینها. یک اراده ملی به تقصیر مردم هم نیست، یعنی واقعا تقصیر مردم نیست. مردمی که انبوهی هستن گسترده در این فلات. یک رهبری منسجم نیرومندی اگر داشت، مثل آفریقا جان، مثل هندوستان. یه چیز دیگه هم در آوردن که آقا رهبری دیگه به درد نمیخوره دیگه، همه جوونا رهبر هستن. از این سخنان لاتائل، چه جوونا رهبر هستن؟ این چه حرفی است جوونا رهبر هستن؟ خود اونو مسخره کردیم از بیعقلی. گفت که اون پیرش چنین گمره بود، دیگه ببینید خودش چه بود. حاکم شهری که مرغابی بود. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، و سپاس از سپر و شما، و سپاس از استاد بزرگوارم جناب ذوالفنون که بسیار بسیار بزرگواری کردن و مرحمت کردن با ما صحبت کردن. از شما تا برنامه دیگر خداحافظی میکنم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.